مشاهده میکنید یک موتور گیربوکسدار هست که موتور در واقع در این قسمت قرار گرفته، روتورش در اینجا هست و با استفاده از گیربوکس به فلکه کششی متصل هست. فلکه کششی همونجور که مشاهده میکنید داره شیارهای روی اون هست. قطر فلکه کششی باید 40 برابر قطر سیمبوکسل باشه. این یه نکته هست که در بخش تئوری هم خدمتتون عرض شد. در مورد فلکه کششی و شیارهای روی اون هم خدمتتون باید بگم که شیارهای روی اون میتونه از انواع مختلف شیارهای یوشک، شیارهای میشک یا یواندرپات و بیاندرپات باشه. سیمبوکسل هایی که روی شیارها قرار میگیرن هدایت میشن روی فلکه هرزگرد که پایین قرار گرفته. این هدایت شدن باعث میشه که ما بتونیم زاویه آلفا رو و ضمناً فاصله بین قطر در واقع مرکز فلکه کشی رو با مرکز فلکه هرزگرد در واقع تنظیم کنیم. این شیار فلکه کشیمون داره 4 شیار هستش، در واقع 4 سیمبوکسل رویمون قرار میگیده. در مورد فلکه کششی بحث دیگه خاصی وجود نداره. میریم سراغ قسمت بعدی، ترمز مغناطیسی یا بریکینگ مگنت. ترمز مغناطیسی یا بریکینگ مگنت به دو صورت میتونه باز و بسته بشه. یکی به صورت دستی است با استفاده از اهرامی که روی اون قرار گرفته و حالت دیگه با استفاده از تحریک الکتریکی. در حالت تحریک الکتریکی وقتی که آسانسور شروع به حرکت کردن میکنه و تابع فرمان حرکت رو صادر میکنه، جریان الکتریکی در سیمپیچ های رله موجود در داخل ترمز مغناطیسی برقرار میشه و اقدام به باز کردن ترمز مغناطیسی میکنه.